سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتونین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ جدیدترین آهنگ زخمی عزیز به نام یارب. یارب نظر تو بر نگردد. بریم بشنویم ببینیم که چی خونده، چی قراره بشنویم. تعریف این آهنگو من زیاد شنیدم و کاورش هم خیلی جذاب و معنوی طوره. حالا باید بشنویم ببینیم که چجوری واقعا همونجوری هست یا نه. 3 دقیقه 27 ثانیه از یوتیوب رادیو جوان باید بشنویم، چون از رسانه‌ای که پخش میکنن باید بشنویم، حالا یا یوتیوبش یا اپلیکیشنش. ما اپلیکیشنش رو نداریم، نسخه ویب هم فکر نمیکنم، سایتش میشه، ولی حالا ما میریم یوتیوب که راحت تر باشه. بریم که بشنویم، امیدواریم که آهنگ خوبی باشه. زخمی جدیدن خیلی خوب داره کار میکنه و همین. اگه تا الان سابسکرایب نکردی ممنون میشم که سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش رو یادت نره و این کار دیگه حمایت مشتی از ما میکنی و دیگه جونم برات بگیر که لایک و کامنت هم یادت نره. بریم یک دو سه جان. فلوت چی میگه؟ او مای گاد. یه وحشی ولیدی هم که توی قرب میچرخ دنبال محبت سپایی با همه رای مهدف سنگی. چه شروع عجیب غریب متفاوتی داشت. چی گفتم؟ واژه خلق میکنی. بریم یه بار دیگه از اول بریم. همون یاقی وحشی ولیدی هم که توی قرب میچرخ دنبال محبت سپایی با همه رای مهدف سنگی. مرتب عاشق یا عاشق دیوونه، عاشق همین خونه های ویرونه. دل دادم به تک تک کوچه عاشق هستم و مثل لیلی و مجنونه. میسازم یا آشیونه با این خیال ناخوش و نامیزونش. خودم تو قربت دنیا ولی همه هدفم وصله به راه خونه. دوست دارم سگ مسته و همین عمر دو روزه یه بد مسته و شاید باسه که بد مسته هی شروع کنم باید بشه رسمن تموم. من خسته مثلا جوون با دوتا چشم تر قرمز و کبود. همه عمرم و گشتم نه و اثرم سوختن و هدفم تموم. ولی باشش مشکلی نداره و ایرادی نیست اصلا، لازم باشه صد دفعه میسازم. من دیگه اینو خوب فهمیدم که واسه برد مهم نی چند دفعه میبازم. پس بهم بگو از چی بترس ها؟ من که خودم رسمن یه عمر اسیرم هست. بم بگو چه چرا خمه بگو من کی یوم رو بی تقصیر نشستم. یارب بگو چی بوده این گناهم. یارب بگو چی بوده این گناهم. خیلی وقت بود ترکیب رپ و سنتی رو با هم یه نشنده بودم. اون اوایل اگر یادتون باشه یاس یه حالت ریمیکس مانند درست میکرد، مثلا با علیرضا افتخاری، با بجز افتخاری هم درست کرده بود فکر میکنم، با یه نفر دیگه هم درست کرده بود، یا مثلا هیچکس با بامداد مثلا میخوند. بامداد؟ نه اسمش یه چیز دیگه بود، ببخشید. دیده و دل، آهنگ دیده و دل نمیدونم با کی بود، یا چند تا اثر دیگه همین جوری مشابه بودن که یه حالت تلفیقی بود، یعنی هم رپ بود هم سنتی، و این خیلی این تضاده اصلا خیلی جذاب بود. و الان توی آهنگ یارب زخمی هم این اتفاق افتاد. حالا ننوشته که کی کورس رو میخونه، ولی یکم صدا شبیه علیرضا افتخاری افتاد سر زبونم، شبیه امیر حسین افتخاری بود. نمیدونم حالا همون بود یا نه، ولی یه شباهت هایی داشت. دمشون گم، خیلی حال کردم با این حرکت. و اصلا اینقدر من رو تو خودش غرق کرد این آهنگ، اون اولش دیدم نیومد پاس کنم. بریم 1 2 3 بدم. من یه عالم زدم از بچگی، انقدر خوردم فرو رفتم توی حالت خفم. اینو
من یه عالمه زدم، خب من یه عالمه زدم، الان هم دیگه رسما شدم یه آدم خوب پر عادت لجه، من یه آدم زدم، من یه آدم زدم. چقدر این جمله در عین سادگی خفنه، واقعا دلم نمیاد فاز کنم. اصلا شدم یه آدم خوب پر عادت لجه، من یه آدم زدم، کل دنیا با من بده، مثل ایران وضعیت لای لاشخورا موندم رو حالت خطر، من خودم میخواستم نرو بر نداشتن دست از سر، اینه چند تا لاشخور گرسته باز چسبیده به مزد دارو. چه خشمی داری صداش اینجا، من خودم میخواستم نرو بر نداشتن دست از سر، اینه چند تا لاشخور گرسته باز چسبیده به مزد دارو. پس بهم بگو از چی بترس، من که خودم رسمن یه عمر اسیرم هست، بهم بگو بهم بگو چیه چرا آخه من، بگو من که یه عمر بی تقصیر نشستم. که میگه در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر، به کی داری درس میده؟ من یکی دیگه حالم از این قضاوت کردنه به هم میخوره، ما دنبال آروم کردن زخمایم بودیم، حالا چوبشون یکی حکم اعدامشون. من که عوض نمیشم پس وای خیلی حرکت خفنی کرد توی آهنگش، از حمید صفت یاد کرد، یکم برگردیم عقب. حالم از این قضاوت کردنه به هم میخوره، ما دنبال آروم کردن زخمایم بودیم، حالا چوبشون یکی حکم اعدامشون. من که عوض نمیشم پس میرم تا عوضیم نکنی، من که عوض نمیشم پس میرم تا عوضیم نکنی، چه کرده زخمی؟ من که عوض نمیشم پس میرم تا عوضیم نکنی، اینا اکثرا وکیل مدافع خودشونه، قاضی دیگرم یا حق تو هم تو سایه برو خوندم آقاش. دمش گرم، دم زخمی عزیز گرم. واقعا عجیب حال کردم با این آهنگ، هم از لحاظ محتواش هم از لحاظ اجراش، که گفتم اجراشو چقدر دوست داشتم و همینجوری عالی بود. دمتون گرم، دم تیم سازنده، کسی که دخیل بود، حتی اون کسی که این عالی بود، من هیچی نمیگم، مثلا زبونم قفل شده، خیلی خوب بود، عجیب دوستش داشتم. شما هم دوستش داشتین تو کامنت ها بنویسین، انصافا تا اینکه حال معنوی داشت انگار عطر شدی داشت تو خودش. دمتون گرم، خیلی چکریم، مرسی که تا آخر نگاه کردین و حمایت میکنین. سابسکرایب و زنگوله و لایک و همه اینو برام هست، خواستین بکنین خواستین نکنین، ما دوستتون داریم. قربان شما، مستر جک.